سلام، جلسه سوم کارگاه برنامه نویسی پایتون رو داریم. ما در این جلسه درباره عبارت‌های شرطی و همچنین حلقه ها در پایتون صحبت می‌کنیم که میشه گفت به همراه مطالبی که در جلسات قبل گفتیم اینها میشن مبانی اصلی زبان برنامه‌نویسی پایتون مثل همه زبان برنامه‌نویسی دیگه. یه مقدمه بگم که چی هستن این عبارات شرطی و حلقه ها و چرا ما در الگوریتم هامون به همچین چیزهایی نیاز داریم. البته خب احتمال زیاد میدونید اگر آشنایی اولیه با هر زبان برنامه نویسی داشته باشید و شاید فقط یه یادآوری برای شما باشه. ببینید، ما در مثلا برنامه های سادهی که در جلسه قبل با هم نوشتیم، هر برنامه یا کدی که داریم این تشکیل شده از یه سری دستور و وقتی که اون برنامه رو ما اجرا می‌کنیم، این دستورها پشت سر هم خط به خط اجرا میشه تا به انتهای برنامه میرسه. برای یه همچین در واقع نموداری از جریان اجرای برنامه میشه در واقع داشت که وقتی برنامه شروع میشه اجراش، شما یه سری دستور دارین. هر کدوم از اینا یه دستوره. دستور اول اجرا میشه، بعد میره سراغ دستور بعدی برنامه، دستور بعدی اجرا میشه، میره سراغ دستور بعدی و این دستورها پشت سر هم اجرا میشن و تا شما میرسید به انتهای برنامه. بنابراین اینجا در واقع اجرای برنامه شروع میشه و اینجا پایان. هر کدوم از این دستورها میتونه مثلا یک مقدار دهی باشه، مثلا x مساوی منفی 2، یا یک محاسبه به همراه یک مقدار دهی باشه، مثلا y مساوی 2x، 2 ضرب در x، یا مثلا چاپ یک چیزی توی خروجی باشه که در واقع اون کامپایلر پایتون میاد اینها رو خط به خط اجرا میکنه و در واقع اون چیزی که لازم هست توی حافظه کامپیوتر یا توی خروجی انجام میده. یا ممکن هست گاهی اوقات یکی از این دستورها خودش یه تابعی باشه که شما قبلا تعریف کردین. یعنی قبلا مثلا یه تابعی تعریف کردین، مثلا فرض کنیم تابع اینو مثلا تابع f x رو تعریف کردید که خود اون تابع f x داخل خودش یه تعدادی دستور داره دیگه. یعنی اون تابع خودش باز دوباره یه تعداد تشکیل شده از یه تعداد دستور که خط به خط اجرا میشن تا آخر تابع و همون جریان بالا به پایین توی اون فانکشن هم برقراره. و اگر شما مثلا اینجا از سایزش بزرگه، مثلا اگر شما از تابع y مساوی با f x استفاده کنید، از نظر برنامه‌ای که شما اجرا می‌کنید مثل اینه که این بلوکی که f رو تعریف می‌کنه بردارید بیارید بذارید به جای این. یعنی انگار که این یه بلوک بزرگی میشه که خودش تشکیل شده از در واقع همون دستوراتی که توی f قرار داره. بنابراین عملا باز حتی استفاده از فانکشن ها هم خیلی میشه گفت انعطاف زیادی توی ترتیب اجرای برنامه در واقع ایجاد نمی کنه. این عیناً این فانکشن اومده جای این قرار گرفت و به نوعی فقط خلاصه سازی شده در واقع اون برنامه.
اما ما از الگوریتم ها انتظارات بیشتری داریم. یکی از انتظاراتی که داریم در واقع اینه که گاهی اوقات وقتی اجرای برنامه به یه نقطه مشخصی میرسه، ما انتظار داریم که یه شرطی چک بشه، یه سوالی پرسیده بشه که جوابش بله و خیره. اگر بله بود جواب یه اتفاق بیفته، اگر خیر بود یه اتفاق بیفته. خب اینجور عبارت ها رو بهشون میگن عبارت های شرطی. در این صورت ادامه جریان اجرای برنامه به این صورت خواهد بود که اگر در واقع بله هست، این یک دستوراتی که از قبل مشخص شده رو اینجا در واقع اجرا میکنه. اگر خیر بود در واقع یه دستورات دیگه ای رو اینجا اجرا میکنه. و حالا وقتی که در واقع اجرای اینا تموم شد، یا برنامه تموم میشه یا برنامه در ادامه بر میگرده به یک جریان عادی غیر شرطی که حالا دستورات دیگه ای رو اینجا لازم هست اجرا بکنه یا نه. میشه یه ساختار شرطی در واقع توی برنامه. اینا همون عبارات شرطی هستن که راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. اما ساختار حلقه ها به چه صورته؟ خیلی وقتا شما توی یک در واقع برنامه نیاز دارید که یه قسمتی از برنامه‌تون تکرار بشه، حالا یا به تعداد دفعات مشخصی یا تا زمانی که یک شرط خاصی در واقع برقرار بشه. بنابراین شما برمیگردونید اجرای برنامه رو به یه نقطه‌ای که قبلا اونجا بوده. پس ما در واقع بهتر اینطوری اینجا یک بلوکی در نظر بگیریم که وقتی برنامه اجراش به اون نقطه میرسه، یه حلقه شروع میشه و اون حلقه به یه تعداد دفعات مشخصی که بهش میگیم یا تا زمانی که یه شرط خاصی برقرار بشه، اجراش در واقع ادامه پیدا میکنه. این برابری میشه ساختار حلقه توی برنامه ها. و حالا مثالایی از اینها رو هم خواهیم دید. حالا ببینیم توی پایتون در واقع چطوری اینها پیاده سازی میشه. اول با عبارت شرطی شروع میکنیم که در واقع دستور if توی پایتون هستن. بیاییم فرض کنیم میخواییم یک تابع خیلی ساده ای رو با هم بنویسیم. تابع قدر مطلق رو. تابع قدر مطلق. خب تابع قدر مطلق میدونیم تعریفش چیه. بذارین حالا مثلا از همون نماد خود قدر مطلق اینجا استفاده کنیم، ولی توی برنامه‌مون مجبوریم یه اسم براش بذاریم. در واقع تابع قدر مطلق x یه تابع یه عدد x به عنوان ورودی میگیره. اگر اون x بزرگتر مساوی در واقع صفر بود، این رو به ما میده، خود اون عدد رو به ما میده. اگر هم که اون عدد کوچیکتر از صفر بود، منفی اون عدد رو میده که نتیجهش مثبت میشه. این تعریف تابع قدر مطلقه. برابر این یه شرط در واقع به طور ضمنی اینجا هست، داریم میگیم اگر این خب اگه بخوایم همچین تابعی رو توی پایتون بنویسیم، باید از دستور if استفاده کنیم. حالا ببینیم چطوری. خب ما طبق معمول یک تابع تعریف میکنیم. من اجازه بدین اینجا زوم کنم که بهتر دیده بشه. دیفاین میکنیم حالا اسم تابع، و شما هر اسمی دوست داشته باشید میتونید بذارین، ولی اصولا اگر اسم ها گویا باشن که اینا تابع هایی هستن چیکار قرار بکنن بهتر. ما از همون اسم absolute value x استفاده میکنیم. این همون سینتکسیه که در جلسه قبل برای تعریف تابع معرفی کردیم. ورودی این تابع x هست و قرار خروجیش قدر مطلق x باشه. ما میخواییم بگیم که اگر x بزرگتر مساوی صفر بود یه کاری بکن، اگر x کوچکتر از صفر بود یه کاری بکن. خب خیلی ساده همینو می نویسیم. اگر می نویسیم if
بزرگتر مساوی رو به همین صورت می نویسیم، بزرگتر مساوی صفر بود. فقط حالا برای اینکه بهش بفهمونیم که حالا میخوام بگم چیکار بکن، یه دو نقطه میذاریم. دو نقطه وقتی اینتر زدم دیدیم که خود به خود یه تو رفتگی دو اسپیسی طبق استاندارد خود همین محیط گوگل کلاب ایجاد کرد. پس ما میفهمیم که درستش اینه که داخل یک عبارت ایف ما در واقع اونجایی که میخوایم دستورات مربوطه رو بدیم تو رفتگی ایجاد بکنیم. حالا میخوایم بگیم که اگر ایکس بود کم مساوی صفر بود، خروجی تابه چی باشه؟ همون ایکس باشه. میخوایم بهش بگیم ریترن کن ایکس رو. خب بعد میایم حالا میخوایم بگیم خب این تموم شد دیگه، ایکس بزرگتر مساوی صفر تموم شد، تو رفتگی رو برمیگردیم عقب. حالا میخوایم بگیم که اگر در واقع ایکس کوچکتر از صفر بود چی کار بکن؟ در اون صورت میخوایم بگیم ریترن کن در واقع منفی ایکس رو. و الان امیدواریم که در واقع این تابع ما خوب کار بکنه. برای اینکه تستش بکنیم اول اجراش کنیم، تابع تعریف میشه، هیچ خروجی خاصی به ما نمیده، تو یه سل دیگه یا تو همون سل هم میشه فرق نمیکنه. میزنیم ابسولوت ولیو مثلا عدد 3 اجرا میکنیم، میده 3. ابسولوت ولیو مثلا منفی 3 باز میده 3. حالا عددمون میتونه اعشاری هم باشه یا عدد حقیقی باشه، در واقع برابر. میبینیم که داره درست کار میکنه. مثلا 0 رو تست میکنیم، بله میبینیم که داره به ما 0 میده. و البته میشد اینجا ما در واقع به جای استفاده از دوتا ایف توی همون یه دستور ایف این کار رو انجام بدیم و در واقع شرط دوم رو لازم نباشه بیان کنیم. چطور؟ کافی از دستور else استفاده کنیم. وقتی شما else میذارید یعنی همون if قبلی، اگر شرطش برقرار بود که این کار رو بکن، اگر نبود در واقع یه کار دیگه ای بکن. اینجوری در واقع ما داریم به جای اینکه از دو تا if استفاده کنیم، به جای دو تا مقایسه در واقع با یه مقایسه همون کار رو انجام میدیم. این ساختار if else دقیقا همون ساختار شرطی هست که ما دوست داشتیم بتونیم پیاده کنیم. یعنی اینکه اینجا ما یه دونه if داریم if یک شرط دو نقطه، اگر بله این اتفاق میفته و اگر خیر اینجا اون اتفاقاتی هست که توی else ما مینویسیم، میتونه یک یا چند دستور باشه. حالا شرط شما میتونه اصلا else نداشته باشه، یعنی فقط اگر یک شرطی برقرار بود در واقع یه کارایی انجام بده. این مثل اینه که بهش بگید اگر برقرار نبود کار خاصی انجام نده. یعنی انگار من این قسمت از این فلوچارت رو به اصطلاح پاک کرده باشم، گفته باشم که اگر که خیر مستقیم بیا اینجا و ادامه برنامه رو در واقع اجرا بکن. بسیار خوب. و یه بعضی وقتا هم به جای در واقع این که فقط در واقع دو حالت داشته باشه، شما ممکنه که مثلا مثال بخوام بزنیم، مثلا یه تابع چند ضابطه ای فرض کنیم داریم. فرض کنیم ما یه تابع چند ضابطه ای بهمون داده شده، قراره اون رو تعریف بکنیم توی پایتون. فرض کنیم یه تابع fx قراره تعریف بکنیم که مثلا برای ایکس های مثلا کمتر از منفی 1 مقدارش مثلا برابر با ایکس به توان 2 باشه، مثلا برای ایکس مساوی منفی 1 مقدارش برابر با مثلا 2x منهای 1 باشه، و مثلا برای ایکس های بزرگتر از 1 مقدارش برابر با ایکس به توان 3 باشه. خب این یه تابع سه ضابطه ای هست. خب بذارین این رو پیاده سازی بکنیم ببینیم که به چه شکل میشه. پس باید یه تابع تعریف بکنیم، همون اسم F رو براش میذاریم. ما در واقع سه تا شرط داریم: کمتر از منفی 1، مساوی منفی 1، بزرگتر از 1. خب اول میگیم که اگر X کمتر از منفی 1 بود، در واقع چیکار کن؟ برگردون مقدار x به توان 2 رو.
بعد میخوایم بهش بگیم حالا اگر x مساوی منفی یک بود، حالا در واقع اگر x کمتر از منفی یک بوده باشه که دیگه تموم شده اجرای برنامه. پس میخوایم بگیم که در غیر این صورت، مثلا حالا اگر در واقع یه جوری میخوایم بگیم else بعدش if. پایتون اینو خلاصه کرده، خلاصه else و if میشه دستور elif، یعنی else if در غیر این صورت اگر. حالا اون شرطمون چیه؟ x مساوی منفی یک، بیا چیکار کن؟ ریترن کن در واقع مثلا 2x منهای 1، 2x منهای 1. بعد حالا اگر اون هم نبود، همون else خودمون رو میذاریم، منتها تو رفته یا رو حواستون باشه که به چه صورت هست. در این صورت دیگه شرطی نمیمونه، چون اگر کمتر از منفی 1 نباشه، مساوی منفی 1 هم نباشه، حتما بزرگتر از اینجا، ببخشید منفی 1، حتما بزرگتر از منفی 1 میشه دیگه. درجه خود به خود شرط سوم اینجا حتما برقرار میشه. پس ما بهش میگیم که تو این حالت ریترن کن مثلا x به توان 3. خب پس انتظار داریم الان این تابع ما همون کاری که میخوایم رو انجام بده. ها، وقتی که اجرا میکنیم حتی هنوز ما مقداری از تابع رو فراخوانی نکردیم، یه ارور به ما میده، یه ارور سینتکس ارور. میگه که این سینتکس مجاز نیست، ولید نیست، در واقع نامعتبر هست، x مساوی منفی. دلیلش اینه که ما علامت تساوی رو برای مقداردهی استفاده میکنیم توی برنامه نویسی و توی پایتون، نه برای مقایسه. و این در واقع اروریه که زیاد افرادی که تازه وارد هستن تو برنامه نویسی باهاش مواجه میشن، که زبان برنامه نویسی بین مقایسه دوتا عدد، یعنی اینکه دوتا عدد با هم مساوی هستن یا نه، و اینکه در واقع آیا این و این که میخوایم مقدار دهی بکنیم، یه مقداری رو بذاریم توی مقدار دیگه، تمایز نماده متفاوتی به کار میبرن. نماده x مساوی منفی 1 از زبان از نظر پایتون یعنی این که مقدار x رو بذار منفی 1. ولی ما اینجا منظورمون اینه که آیا x مساوی منفی 1 هست یا نه. تو اینجا ما بعد دو تا مساوی پشت سر هم به کار ببریم. نماد دو مساوی نمادی هست که برای چک کردن تساوی در واقع به کار میره. الان اگر اجرا کنیم میبینیم که اروری نداره و حالا میتونیم یک در واقع فراخوانی بکنیم این تابلو. مثلا اف بذارین چند تا مقدار رو با هم پرینت کنیم، مثلا اف خود منفی 2 رو پرینت کنیم، اف خود منفی 1 رو پرینت کنیم، اف مثلا 1 رو هم پرینت کنیم. خب انتظار داریم چی بشه؟ f منفی 2 چون تو حالت x کمتر از منفی 1 هست باید بشه x توان 2 میشه 4. f منفی 1 چون تو این حالت هستیم باید بشه 2 ضرب در منفی 1 منهای 1 میشه منفی 3. f 1 هم چون توی حالت آخر هستیم به توان 3 میرسه میشه 1. پس منظر میاد داره تابع کارشو درست انجام میده. پس نحوه استفاده از الیف رو هم در واقع ما یاد گرفتیم که به چه صورت هست. و حالا اینکه مثلا این شرط ها چقدر میتونن پیچیده تر بشن، مثلا فرض کنید که ما اینجا به جای x مساوی منفی 1 به یکم ضابطه تابع تغییر بدیم. مثلا فرض کنید ما اینجا بگیم که برای x بزرگتر مساوی منفی 1، مثلا بزرگتر مساوی منفی 1 و کوچکتر مساوی 1 این کارو بکن، برای x بزرگتر از 1 هم این کارو بکن. یعنی شرطامون کمتر از منفی 1، بین منفی 1 و 1 و بزرگتر از 1 باشه. حالا اگه بخوایم همینجا این کد رو تغییر بدیم باید چیکار بکنیم؟ اینجا باید بگیم elif مثلا x مون همچین چیزی، اگر بخوایم خیلی ساده بنویسیم، یه منفی یک کوچکتر مساوی x و کوچکتر مساوی در واقع یک، کوچکتر مساوی یک. خب ببینیم حالا این کار میکنه یا نه، اینو اجرا بکنیم. خب به نظر میاد که مشکلی نداره. حالا یک تست بکنیم، مثلا f صفر رو با هم ببینیم مقدارش رو و f دو رو هم ببینیم. خب f صفر بله به نظر میاد x توان 2
که درست F0 هم 2x منهاییه که خب بنابراین حالا با اینکه من خودم فکر میکردم روی این عبارت ارور میده به نظر میاد ارور نداد و این رو هم میفهمه پایتون، یعنی دو تا نامساوی پشت سر هم، زنجیره ای از نامساوی ها رو هم به نظر میاد که در واقع پایتون داره میفهمه. حالا اگر شرط های ما پیچیده تر از این باشن چی؟ مثلا فرض کنید ما بخوایم در واقع به این صورت بگیم که مثلا اگر x بین منفی 1 و 1 باشه یا مثلا x بین 2 و 3 باشه، مثلا به این صورت باشه و در غیر حالت ها هم، در بقیه حالت ها هم مثلا x باشه، این هم یه تابع چند ضابطه دیگه. یه راه این هست که ما بیایم یه بار برای این شرط بنویسیم یه بارم برای این شرط بنویسیم، ولی برای اینکه صرفه جویی بکنیم چون ضابطه تابع تو هر دو شرط یه چیزه، بهتر هر دو این شرط ها رو ما بیاریم توی یه دونه ایف. حالا چطوری میتونیم هر دو این شرط ها رو بیاریم توی ایف؟ یعنی ما میخوایم بگیم که این شرط یا اینکه ایکس بین مثلا 2 و 3 باشه. خب اینجا دیگه توی یه زنجیر نامساوی نمیتونیم اینو بگیم، طبیعتا باید یه چیز شبیه اور به کار ببریم. حالا میتونیم شانسمون رو امتحان بکنیم ببینیم اگر مثلا من همین وسط در واقع یه اور بذارم آیا پایتون این رو میفهمه یا نه. اور مثلا اینجا بذاریم x بین 2 و 3، در مساوی x کوچیک در مساوی 3، بعدش مثلا حالا یه مقدار صفر، یه مقدار مثلا 2.5 و یه مقدار F4 رو ببینیم که همه قیدا رو توش در واقع همه ضابطه ها رو چک کنیم باشه. خب ببینیم حالا آیا به ازای 2.5 هم درست داره کار میکنه. خب اینجا به نظر میاد یه مشکلی وجود داره، چون 2.5 با اینکه بین 2 و 3 هست تو محاسبه Fش ما عدد اعشاری میبینیم، در حالی که باید میشد 2 ضرب در 2.5 منهای 1. درسته اینجا پس به نظر میاد که یک اشکالی وجود داره، شاید ما از اور به درستی استفاده نکردیم. خب پس بریم ببینیم که سینتکس درست در واقع اور چی هست. پایتون اور مثلا این سایت بریم ببینیم چی میگه به ما. خب بریم به قسمت اور. خب این هم که همینطوری در واقع نوشته. آره پس به نظر میاد که سینتکسمون درسته. ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خب الان ما الان شاید هم مشکلی وجود نداره. F2.5 بذارین F خود 2 رو هم ببینیم. F2 F2 داره میشه 8. در حالی که 2 یعنی انگار در واقع 2 داره این اجرا میشه براش، در حالی که اینجا ما دومون در این شرایط در واقع صدق میکنه. حالا برای اینکه دیبای کنیم یک کد خیلی ساده تر بنویسیم تا بفهمیم مشکل از کجاست. اصلا فانکشنی نمی نویسیم، می نویسیم if مثلا 1 کمتر از 2 or 3 کمتر از 2 print مثلا سلام. ببینیم چی میده به ما. خب میده سلام، یعنی این شرط برقرار شده. حالا بگیم که اگر مثلا
دو کمتر از یک یا سه کمتر از دو خب خروجی نمیده، پس دلیلش هم واضحه چون هر دو تا شرط برقراره. حالا بگیم دو کمتر از سه، خب پس اینجا به نظر میاد که نحوه استفاده از اورمون هم درسته، پس شاید من متوجه ایرادی که اینجا وجود داره نمیشم. بذارین خود این زنجیره نامساوی رو هم چک بکنیم. مثلا دو کوچکتر مساوی دو و نیم کوچکتر مساوی سه. انتظار داریم بنویس سلام. خب نوشت. بنویسیم مثلا منفی یک کوچکتر مساوی دو و نیم کوچکتر مساوی یک بر این. خب یکی از این دوتا اگه برقرار باشه باید بنویسه سلام. ببینیم، خب بازم می نویسه، بنابراین درسته. من دقیقا متوجه نشدم مشکل از چی بود. چند باری که اجرا کردم کدو درست شد، حالا یه چی بوده اون دفعه ایراد من نمیدونم، ولی به حال الان این کد درست کار میکنه و در واقع وقتی که این مقادیر رو اجرا بکنیم به ما دقیقا همون مقداری که باید رو میده. الان اف دو و نیم میفته توی این شرط در واقع وسط که اور هست. حالا شما میتونید اگر مثلا دو تا شرط رو همزمان بخواین در واقع داشته باشین از دستور اند استفاده کنید و اینجا عملگرای منطقی پیش میاد که الان جلوتر میخوایم راجبش صحبت بکنیم. ببینید اون چیزی که ما توی ایف به کار میبریم، عبارتی که داخل ایف به کار میبریم که میتونه کمتر، کمتر مساوی، بیشتر، بیشتر مساوی، یا همونطور که دیدیم مساوی مساوی در واقع باشه، این خودش یک متغیر از نظر پایتونه. اگه من اینجا بزنم x کمتر از منفی 1، بزنم print x کمتر از منفی 1، ممکنه در نگاه اول به نظرتون بیاد که این یه عبارت بی‌معناست و احتمالا باید ارور بده. حالا اجرا کنیم ببینیم چی میده. میرسه false. چرا؟ چون الان تو حافظه برنامه متغیر x در واقع برابر با دو نیمه از اجرایی که بالا داشتیم، بنابراین x کوچکتر از منفی یک وقتی چک میکنه خب این شرط غلطه، می نویسه فالس. اگر من بزنم x بزرگتر از منفی یک می نویسه ترو. بنابراین به نظرم خود این x بزرگتر از منفی یک از نظر پایتون یک متغیره، بنابراین و مقدار اون متغیرم ترو یا فالسه. متغیره که ترو و فالسن از نظر پایتون به اصطلاح متغیرهای بولی یا بولیان در واقع گفته میشن. الان شما خود ترو رو وقتی که بنویسید همونطور که میبینید رنگش آبی شد، این یعنی یک کلمه شناخته شده از نظر پایتون. وقتی این رو پرینت کنید خب همون در واقع ترو رو مینویسه دیگه، طبیعتا یه ترو برای ما نوشته. اما اگر ببینیم که این مثلا تایپش چیه، این متغیر که شناخته شده است از نظر پایتون، این رو اگر پرینت کنیم ده کلاسش در واقع بول هست. خب بول یا بولیان در واقع این نوع متغیرهای ترو و فالس، درست و غلطه، فقط دو مقدار میتونن داشته باشن، ترو و فالس. خود فالس هم در واقع یک کلمه شناخته شده است برای پایتون. وقتی اونم پرینت کنین تایپشو اونم از نظرش بولیان محسوب میشه. منتها اگه اف کوچیک بزنید دیگه این ارور میده، میگه که متغیر تعریف شده نیست و اینا. بنابراین با همین شکل خاص اف بزرگ و بقیه حروف کوچیک در واقع شناخته شده از نظر پایتون. و شما میتونید متغیرهای بولی داشته باشین، مثلا میتونید تعریف بکنید x، حالا x رو به کار نبریم، مثلا بذاریم q مساوی مثلا false، مثلا بذاریم p مساوی true،
دو تا مقدار دهی در واقع الان شما مقدار پی و کیو رو اگر پرینت کنید همون مقدار در واقع ترو و فالس رو در واقع به شما میده، ترو و فالس. و خب با عبارت های بولی که اینا در واقع میتونه حاصل یک مقایسه یا مثلا بزرگتر کوچیکتر هم چیزایی هم میتونه باشه. مثلا شما میتونید بنویسین، مثلا فرض کنم من بنویسم R مساوی مثلا X بزرگتر از 2.5. خب الان X تو حافظه کامپیوتر مقدارش 2.5، پس X مثلا X بزرگتر از 2، 2.5 بیشتر از 2 چک میکنه ترو میشه، پس بعد مقدار R رو بذاره ترو. حالا ببینیم وقتی که پرینت کنیم R رو، پرینت R، بله دیگه این ترو آخریه به خاطر اون هستش. یا مثلا شما میتونید بگید x بزرگتر از 2 or مثلا x کمتر از مثلا منفی 3. خب این رو هم میفهمه، باز true میده چون این شرط درسته. وقتی or دارین یکیشون برقرار باشه true میده، اما اگر and بذاریم اینجا خب میگه که x بزرگتر از 2 و x کمتر از منفی 3 هر دو برقرار نیست برای x مساوی 2.5، برای بعد R رو فالس بده. بله همینطور هم هست و R رو به ما فالس میده. برای دیگه میشه به این ترتیب عبارتهای منطقی رو با هم ترکیب کرد با عملگرای منطقی. عملگرای منطقی AND و OR رو، یه عملگر منطقی مهم دیگه هم NOT هست. مثلا شما میتونید تعریف بکنید مثلا T مساوی NOT X بزرگتر از 2. خب الان x بزرگتر از 2 چون درسته، نات یعنی نقیزش، خب غلط میشه، بنابراین t رو وقتی من پرینت کنم باید فالس بده. ببینیم، بله دیگه t رو اینجا به ما داره فالس میده همونطور که انتظار داریم. و البته به طور خاص برای نامساوی هم یه نماد خاص وجود داره. مثلا شما میتونید بنویسید S مساوی، فرض کنم میخوایم بگیم S مساوی X نامساوی 2، میتونید بگید X نامساوی 2. خب البته اینجا اگر پرانتز هم نذارید پایتون اینو میفهمه، ولی خب خود آدم کمی براش گیج کننده است این عبارت S مساوی X نامساوی 2، ولی خب برای فهم بهتر خودمون من اینجا پرانتز میذارم که یعنی کل این مقایسه رو من انجام میدم، نامساوی رو با علامت تعجب مساوی نشون میدم. خب x چون 2.5 هست، x نامساوی 2 هست، پس این درسته، پس s true میشه همونطور که اینجا میبینیم. یا مثلا فرض کنید من بزنم مثلا u مساوی x مساوی 2.5، یعنی میاد چک میکنه که x مساوی 2.5 هست یا نه، بعد اینجا u رو پرینت میکنیم میبینیم که بله مقدارش true هست، پس x مساوی 2.5 هست. حالا اگه من بزنم 2.5 0، انتظار داریم که بازم همون بشه دیگه، چون که 2.5 2.5، باز 2.5 0 2.5. البته یه نکته ای که هست اینه که مثلا اگه من فرض کنید x رو اینجا تعریف بکنم 2، بعد اینجا بزنم x مساوی 2، اینجا انتظار داریم به ما چی بده؟ مقدار ترو میده. من فکر میکردم که فالس میده، ولی ظاهرا ترو میده، یعنی میفهمه که سمت چپ یک اینتیجره ولی سمت راست یه عدد حقیقیه، اما مقداراشون رو با هم مقایسه میکنه. بنابراین پس اینو متوجه میشه پایتون. خیلی خوب، همینطور در مورد استرینگ هم البته در واقع میشه استفاده کرد. مثلا شما میتونید یک استرینگی تعریف بکنید، مثلا اسمشو بذاریم آ، مثلا باشه سلام، بعدش میتونیم ببینیم که آیا این استرینگ مساوی مثلا سلام هست یا نه. پرینت آ مساوی سلام، ببینیم چی میده به ما، ترو میده، بنابراین اینو میفهمه. اما خب در مورد استرینگ ها حرف بزرگ و کوچیک مهمه، بنابراین اگر من بزنم سلام با اس بزرگ اینجا فالس داره میده و اینو مساوی با هم نمیدونه. بسیار خب، دیگه میشه با این عبارت های منطقی انواع بازی ها رو انجام داد و هر کدوم از این عبارت های منطقی هر چقدر هم پیچیده میتونه داخل یه if یا ال if یا else بیاد بدون هیچ مشکلی.
بسیار در مورد حالا عبارت شرطی نکته خاص دیگه ای فکر نمی کنم مونده باشه. میتونیم راجع به حلقه ها هم صحبت کنیم. من یه نکته آموزنده ای رو متوجه شدم که فکر می کنم مفیده اشاره کنم. در واقع یه اشتباهی که خودم همین الان توی نوشتن کد مرتکب شدم و شاید برای شما هم پیش بیاد. من اگر یادتون باشه همین چند دقیقه پیش وقتی تابع F رو تعریف میکردم، اول تابع F رو به این شکل نوشته بودم، در واقع این قسمت الیف رو به شکل x مساوی منفی 1 نوشته بودم و بعد تغییرش دادم به یک در واقع ضابطه دیگه، یا نه این شکلی بود، در واقع اولش این بود فقط و بعدش اومدم این ضابطه دوم هم اضافه کردم، اولش این بود، بعد من اینو اجرا کردم. خب طبیعتاً تو اون حالت وقتی شما اف دو و نیم رو حساب بکنید به شما همین عدد رو میده دیگه. بعدش اومدم تابع رو تغییر دادم به این صورت که این رو گذاشتم به جاش و بعد بدون اینکه سل مربوط به تعریف تابع اجرا کنم اومدم دوباره اینو اجرا کردم و از این تعجب کردم که چرا این 15.325 داد، در حالی که این اشتباه از خودم بود. وقتی شما دستور تابو تغییر میدین، این به این معنی نیست که پایتون فهمیدی که شما تابو تغییر دادین، حتما باید سل مربوط به تعریف تابو اجرا بکنید متوجه تغییر تابو بشه. اون وقت اگر اینو اجرا میکردم همون مقدار درست 4 رو میداد. حالا این اشتباهی بود که من کردم و گفتم شاید برای شما هم پیش بیاد و خوب باشه که بدونید. خب بریم سراغ حلقه های فرم. خب گفتیم حلقه های فور قراره برای ما چیکار بکنن؟ قراره یه سری دستوراتی رو تکرار بکنن حلقه های فور. من یه مثال خیلی ساده در نظر گرفتم که با اون سعی کنیم حلقه فور رو پیاده بکنیم. مثالی هست که در واقع یه مجموعه رو میخوایم حساب بکنیم، مجموعه اعداد یک، یک دوم، یک سوم تا یک صدم رو میخوایم حساب بکنیم، این رو محاسب. خب طبعاً اگر به ما یه ماشین حساب بدن بگن اینو حساب بکنید، خب شروع میکنیم اول یک رو میزنیم، بعد اون یه دوم رو باش جمع میکنیم یه مقداری میشه، بعدش یک سوم رو باش جمع میکنیم یه مقداری میشه، بعد یک چهارم رو جمع میکنیم یه مقداری میشه، همینطور ادامه میدیم تا یک صدم رو جمع میکنیم و یه مقداری میشه. و خب این خیلی طول میکشه و اینجا شاید جایی باشه که مزیت برنامه نویسی کامپیوتری نسبت به محاسبات دستی خیلی جدی نشون میده. شما اینجا حجم محاسباتی که باید انجام بدین رو مثلا در نظر بگیریم، حالا چه توی ماشین حساب چه توی مثلا پایتون بدون استفاده از حلقه ها. بعد الان ما سعی میکنیم اینو با یه حلقه پیاده سازی کنیم و ببینیم که چقدر ساده توی چند تا خط در واقع میشه این مجموع رو محاسبه کرد. ما الان در واقع میخوایم به این الگوریتم بگیم که چیکار بکن، بیا یک اندیسی رو از یک تا 100 تغییر بده و هر بار یک تقسیم بر اون اندیس رو اضافه کن به مجموع قبلی. وقتی برسه به 100 چیزی که داریم همون مجموعیه که دنبالش هستیم. خب اینو با استفاده از دستور فور می نویسیم. دستور فور توی پایتون در واقع سینتکسش به این صورت هست که اون حالا اندیسی که قراره تغییر بکنه توی یک رنج مشخص، مثلا فرض کنید اینجا با آی نشونش میدیم این، و بعد اون دامنه یا رنجی که قرار هست این آی درش تغییر کنه رو با دستور رنج مشخص میکنیم. مثلا میخوایم بهش بگیم از 0 تا از 1 تا 100 تغییر بکن. دستوری که برای این وجود داره رنج 1 و 100. منطقه یه حالا الان بنویسیم، بعد یه نکته راجع به این به هست که بهتون خواهم گفت. وقتی شما میخواهم این از 1 تا 100 میشه رنج 1 و 100، منطقه الان خواهیم دید که این در واقع تا 99 میره.
حالا همینو بنویسیم. میگه که چیکار کن، من میخوام یک کمیتی داشته باشم که این یک آیومه رو هر بار بهش اضافه کنم. اسم اون رو مثلا بذاریم اس، اول سام مثلا، که قرار هر بار این اس رو به علاوه آی بکنم. طبیعتا هم اولش اگر همین الان اجرا بکنیم ببینیم چی میده. بعد آخر سر میخوام این در واقع این اس رو پرینت کنم و ببینیم که چی میشه. خب الان وقتی شما این اجرا میکنید حتما ارور میده. ارورش هم اینه که اینجا میگه که اس تعریف شده نیست. وقتی شما میگید اس مساوی اس به علاوه آی، اولش که این اس رو میبینه خب اس تعریف شده نیست، اشکالی نداره، داریم تعریفش میکنیم. ولی بعد میاد سمت راست میبینه که شما گفتین دوباره اس به علاوه آی. البته ما باید یک آیا میذاشتیم طبق اون چیزی که میخواستیم حساب کنیم. میگه این اس سمت راست تعریف شده نیست، اینجا ارور میده. پس شما اولی مقداردهی اولیه باید اسو بکنید دیگه، مثلا اسو بذارید صفر، بعدش میاد برنامه شما توی این حلقه اینجا بهش میگید که برای آی از 1 تا 100 این کار رو انجام بده، اس میشه اس به علاوه 1 آیوم، در واقع اینجا پرینت کن اس رو و این میشه مجموعی که شما در واقع ازش انتظار دارید. الان دیگه نباید اروری بده. خب فقط برای اینکه مطمئن شیم واقعا اسمون از 1 تا 100 رفته، اینجا خود آی رو هم پرینت کنیم ببینیم که چی میده. خب اینجا خیلی سریع همه عددها رو پرینت کرد، از 1 تا 99 اومد، تا 100 نیومد. و این نکته ایه که توی دستور رنج باید در نظر داشته باشین. دستور رنج 1 و 100 تا 99 میره. 1 تا 101 اگر بزنید از 1 تا 100 میره. یعنی به طور کلی توی پایتون وقتی شما بزنید for i in رنج مثلا m و n چیکار میکنه؟ این یه حلقه در واقع ایجاد میکنه که i توی اون حلقه از m تا nmn های 1 تغییر میکنه. این انمن های 1 مهمه. حالا دلیل این که چرا در واقع دستور سینتکس پایتون به این صورته که تا انمن های 1 میره دلیل مختلفی داره، ولی یکیش اینه که در واقع یه سازگاری که این ایجاد میکنه اینه که تعداد اعداد این رنج دقیقا میشه انمن های ام تا. یعنی از ام شروع میکنه، انمن های ام تا عدد هم در واقع توش داره. بنابراین اگر شما میخواین عدد 1 تا 100 که 100 تا عددشون رو حساب کنید، خب از 1 تا 101 رو باید بزنید و پایتون اتوماتیک تا انمن های 1 میره جلو. خب پس این رو هم در خاطر داشته باشیم. حالا اگه اینو اجرا کنیم میتونیم ببینیم که آی تا 100 تا خود 100 رفته و این اسی هم که به دست اومده طبیعتا باید همون مجموع یک انوم هایی باشه که ما دنبالش بودیم. حالا من اینو کامنت میکنم که اجرا نشه. بنابراین ما تونستیم به این ترتیب مجموع یک انوم ها از 1 تا 100 رو در واقع با دستور حلقه حساب بکنیم. و نکته دیگه حالا در مورد دستورات حلقه، انواع دیگه از حلقه ها هم البته توی پایتون هستن که مثلا یکیشون که شاید بیشتر حالا بعد از دستور فور شاید بیشتر کاربرد داشته باشه، مثلا دستور وایل هست. بذارید من قبل از اون یه نکته دیگه بگم. ببینید گاهی اوقات اولا توی دستور فور هم به تورفتگی ها خیلی باید دقت کرد. کلن تورفتگی ها، این ایندنتیشن های اول خط ها توی پایتون خیلی مهم هستند، چون دارن محدوده دستورات مختلف رو مشخص میکنن. الان این تورفتگی که بعد از فور شروع میشه تا جایی که تموم نشده مشخص میکنه که این محدوده فوره. یعنی کل این قسمت از در واقع تابه در داخل هر تکرار از حلقه فور باید اجرا بشه. و اگر مثلا شما این پرینت رو بیارید جلو، توی
چیز متفاوتی شما خواهید دید اگر اجرا بکنید. میتونید پیش بینی کنید هر بار غیر از اینکه اون آیه رو پرینت میکنه، هر بار داره اس هم پرینت میکنه، و این اس از همون لحظه اولش که برابر با یک میشه، بعد های دونه دونه جمع میشه و اینا تا آخر در واقع اس رو داره برای شما پرینت میکنه. حالا اگه من اینو بیارم عقب فکر میکنین چی میشه؟ ارور میده. وجه اینکه این انتظار داره بعد از فور شما حداقل یه دستور بهش بدین دیگه، اما وقتی که تو رفتگی نذارین این ارور میده. اما اگر این دوتا رو بیارین عقب چه اتفاقی میفته؟ هیچی، این آیا رو پرینت میکنه، بعد اس شما هم آخر سر میشه اس به علاوه یک تقسیم بر آیا آخری، چون فقط اون یه آیا مساوی 100 توش اجرا میشه که میشه 100. بنابراین این خلاصه این تو رفتگی ها در واقع خیلی مهم هستن، در واقع تا اونجایی که محدوده فور هست شما باید تو رفتگی داشته باشید. حالا ممکنه شما مثلا میگم بخواین همه اعداد 1 تا 100 رو مثلا جمع نکنین. فرض کنیم ما بخوایم اعداد زوج رو با هم 1 تقسیم بر عدد زوج یا 1 تقسیم بر عدد فرد مثلا جالب تر شاید باشه. اگر ما بخوایم 1 تقسیم بر عدد فرد رو حساب بکنیم چیکار کنیم؟ 1 به علاوه 1/3، 1/5 تا 1/99. خب میتونیم این دستور فور رو رنج، یه امکانی داره که شما میتونید بگید مثلا 2 تا 2 تا زیاد بشه. اگه اشتباه نکنم همینجا اگه من بزنم 2، در واقع با شروع از 1 2 تا 2 تا زیاد میشه تا قبل از 101. ببینیم آیا درست کار میکنه یا نه. بله دیگه، عددی که داره جمع میکنه 1 3 5 7 میره تا 99 تا قبل از 100. عدد فرد رو همه رو جمع زده که یه همچین چیزی میشه. یا مثلا شما البته میتونید توی رنج به صورت برعکس هم البته میشه حرکت کرد. مثلا فکر میکنم اگر شما بزنید 101 و 1، ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اگر 101 و 1 بزنیم، آها نه، اینجا اینو متوجه نمیشه، چون وقتی شما میگین از 101 شروع کن و تا قبل از 1 برو، خب 101 هم اولش از 1 بیشتره، بنابراین متوقف میشه، اصلا دستورات داخل حلقه حتی یه بار هم اجرا نمیشه. اما شاید اگر اینجا بزنیم با طول گام منفی 1 اینو متوجه بشه. بعد دیگه الان با طول گام منفی 1 از 101 شروع کرده میاد تا ببینیم آخرش به چند میرسه، تا 2. به خود 1 که میرسه دیگه اونو حساب نمیکنه. بنابراین اگه میخواستیم برعکس از 100 تا 1 بیایم، بعد میزدیم 100 و 0 با طول گام منفی 1. اینجوری طبیعتاً دوباره همون عدد 1 تا 100 رو میگیره، از 100 میاد تا آخریش هم در واقع 1 هست. که البته این طول گام میتونه خب عدد غیر صحیح هم باشه، مثلا شما میتونید نیم تا نیم تا بیاید. شاید هم نمیتونید، مثل این که نمیتونید توی دستور رنج حتما باید در واقع این طول گام هم یه عدد صحیح باشه، عدد فلوت یا عدد حقیقی نمیتونه باشه. خیلی خب، اینم درباره رنج. و ببینم نکته دیگه درباره حلقه ها. گاهی اوقات شما میخواین یک در واقع کاری رو به یه تعداد دفعات مشخصی محاسبه بکنید. مثلا مثال بزنیم، فرض کن شما میخواید مثال فرض کن اینو در نظر بگیر، مثلا رادیکال 2 به علاوه رادیکال 2 به علاوه رادیکال 2 به علاوه همینطور تا آخرش به علاوه رادیکال 2. اینو میخواین حساب بکنین که تعداد این دو ها مثلا 100 تاه. مثلا اینو میخواین محاسبه بکنین. خب طبیعتا باید چیکار بکنیم؟ 100 بار کاری که بکنیم اینه که از 2 شروع بکنیم، یعنی x رو بذاریم 2. خب از این شروع میکنیم،
بعدش میخوایم چیکار بکنیم؟ x رو بذاریم حالا رادیکال 2 به علاوه، یا این شکلی بگیم، بگیم x رو اول بذاریم رادیکال 2، بعدش x رو بذاریم رادیکال 2 به علاوه x، و اینو تکرار بکنیم این دستور رو 100 بار. اگه 100 بار این دستور رو تکرار بکنین، خروجیش میشه همین عددی که دنبالش هستین. حالا بذاریم x، همین عددی که دنبالش هستیم. خب مثلا اگه بخوایم بیشتر شبیه یک فلوچارت بنویسیم، ما اینجا در واقع داریم یه حلقه میذاریم که به ما میگه 100 بار تکرار کن. البته در واقع 99 بار میخوایم تکرار کنیم، چون دفعه اول اون رادیکال دو اولیه رو گذاشتیم. میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم اولش x رو بذاریم 0، بعدش 100 بار اینو تکرار کنیم، x مساوی رادیکال 2 به علاوه x. خب اینو راحت الان چند خط بیشتر نمیشه، میتونیم کدش رو بزنیم. این منفی یکش درست. خب اینو میخواستیم اجرا کنیم، در واقع میخوایم بهش بگیم 100 بار یه کاری رو بکن. یه آی میذاریم for i in range مثلا از 1 تا 101، آی از 1 تا 100 تغییر بکنه. خب بعد بیاد چیکار کنه؟ x رو هر بار بذاره، x رو هر بار بذاره رادیکال 2 به علاوه x. رادیکال رو میتونیم با توانه یه دوم، ولی فکر کنم دستور sqrt هم شاید sqrt کار بکنه. بذار یک تست بکنیم ببینیم sqrt کار میکنه تو پایتون. sqrt تعریف شده نیست، یا باید از ماژول هایی که sqrt مثلا مت استفاده کنیم، یا کار راحت تر اینه که از توان یه دوم استفاده کنیم. x میشه 2 به علاوه x توان 1/2. خب این کد که اجرا بشه، بعدش آخر سر اگر پرینت کنیم x رو، در واقع شد 2. یا اینکه همگرا شده به 2 احتمالا، یا اینکه کد ما یه مشکلی داره. بذارین به جای 100 بار 10 بار اجراش کنیم. x ما قبلا چند بود؟ ما x ما رو مقدار دهی نکردیم، باید اول مقدار اولیه 0 بهش میدادیم. خب حالا درست شد. بله بله، از قضا در واقع شانسی که ما آوردیم بود که x مون هم قبلا 2 بود، و وقتی شما x رو 2 بذارین، تو هر بار تکرار x میشه رادیکال 2 به علاوه 2 میشه 2، بنابراین دقیقاً 2 میشه. ولی اگه بخوایم درست در واقع حساب کنیم، باید x رو اول 0 بذاریم، بعدش هر بار تو هر تکرار این اتفاق میفته. حالا میتونیم تعداد تکرار، اولا چون اینجا شما فقط تعداد دفعات تکرار مهمه، خود اندیس آی برخلاف دست کد قبلی اصلا مهم نیست اینجا. در نتیجه شما به جای مثلا از 1 تا 11 میتونید از 0 تا 10 هم بزنید، فرقی نمیکنه دیگه مقدار تابه. نکتهش اینه که وقتی از 0 شروع بشه رنج، شما میتونید اندیس 0ش رو بردارین. رنج n توی پایتون یعنی این که در واقع این معادله با رنج 0 و n، یعنی اعداد از 0 تا n منهای 1، خود n منهای 1 هست ولی خود n نیست. خب اینجوری یکم کوتاه‌تر میشه. وقتی میخواین کاری رو 10 بار انجام بدین، میتونید بزنید for i in range 10. حالا نکتهش اینه که خود البته i هم اینجا مهم نیست. وقتی یه متغیری شما میخواین مقدار دهی بشه ولی مقدارش براتون مهم نیست، گفتیم میتونیم underline بذارید. برای این یک روشیه برای اینکه شما یه کدی رو در واقع یه تعداد مشخصی اجرا بکنید. و حالا میتونیم این تعداد رو بیشتر کنیم، ببینیم مقدار این حاصل این دنباله چی میشه. اگر 20 بار اجرا کنیم، میبینیم که
عدد 9 خیلی بیشتر شد، داره میل میکنه به عدد 2. 30 بار اجرا بکنیم یه از نظر پایتون با توجه به اون دقت نمایش یا اون در واقع تعداد ارقام معناداری که تو نمایش ممیز شناورش استفاده میکنه، وقتی شما مثلا 25 بار به کار میبرید این تکرار رو، همچنان این عدد با 2 متفاوته. 26 بار که بشه رقم دیگرش هم 9 میشه و 27 بار که بشه، خب هنوز جا داریم، 28 بار دیگه میشه 2. یعنی از 27 به 28 این دفعه دیگه از نظر محاسبات پایتون عدد حاصل 2 دقیقا، چون نزدیکترین عدد ممیز شناور به اون مقداری که به دست میاره 2، بنابراین 2 نشون میده، دقیقا 2 نشون میده. بسیار خب، پس اینم مربوط به وقتایی است که ما بخوایم یک عملیاتی رو یه تعداد مشخصی بار در واقع تکرار بکنیم. خب و دستور while رو هم میخواستم اشاره بکنم. حالا دستور for پرکاربردتر هست، ولی while هم دستوری که گاهی اوقات به کار میاد. دستور while از این نوعه که شما توی این flowchart، توی این در واقع جریان اجرای برنامه، میخوای بهش بگی که یه شرطی رو چک کن، اگر اون شرط برقراره تکرار کن اینو. چی رو تکرار کن؟ یه سری دستورات این زیر نوشتی، بهش میگی تکرار کن و بعدش هم برگرد بیا اینجا دوباره اون شرط رو چک کن، اگر هنوز اون شرط برقراره این کار رو تکرار بکن. و این در واقع دستورات while. اینا هم به نوعی هم یه گزاره شرطی هن، هم یه عبارت شرطی هن و هم یک حلقه هن. یه جور حلقه شرطیه و اینا با دستور while در واقع توی پایتون انجام میشه. حالا اگه بخوام یه مثال از کاربرد پایتون هم بزنی، از کاربرد while توی پایتون بزنی، مثلا این مثال رو، البته این رو هم اضافه کنم که وقتی که این شرط برقرار نیست، در واقع بله این اتفاق میفته، اگر خیر یعنی این شرط برقرار نیست، این میاد و میره به ادامه برنامه که حالا دیگه میتونه برنامه تموم شه یا ادامه داشته باشه. به عنوان مثال ما میدونیم به عنوان یه گزاره ساده که مجموع یک آیوم ها، آی از یک تا بی نهایت، چی میشه؟ میشه بی نهایت. معنیش اینه که پس مثلا اینی وجود داره که مجموع یک آیوم ها، آی از یک تا این، از مثلا 1000 بیشتر میشه. اون n رو پیدا بکنید، کوچکترین n با خاصیت فور رو بیابید. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما وقتی وارون های عدد طبیعی رو با هم جمع بزنی بری بالا، این سیگما ما از در واقع ریاضیات عمومی میدونیم که این سیگما بی نهایته. یعنی اگر اینو جمع بزنیم بریم بالا، از 10 بیشتر میشه، از 100 بیشتر میشه، از 1000 بیشتر میشه، از 10000 بیشتر میشه، همینطور میره بالا. حالا ما میخوایم ببینیم کجایی که از 1000 بیشتر میشه. اول اینجایی که از 1000 بیشتر میشه رو میخوایم پیدا کنیم. یه همچین فلوچارتی براش میکشیم، میگیم که همون از همون مقدار اس مساوی 0 شروع بکن، اس رو 0 مقدار دهی کن. بعد بیا اینجا یک در واقع حلقه شرطی بذار. بگو که اگر اس هنوز کمتر از 1000ه تکرار کن، این کارا رو انجام بده. چیکار کن؟ اولا اون آیه رو یه دونه اضافه کن، آیه هم باید اینجا مقدار دهی کنیم 0. آیه رو بذاریم 0. آیه رو که یه دونه زیاد کردی، اون وقت اس رو هم به علاوه یک آیوم کن. و دوباره برگرد اینجا، دوباره چک کن آیا هنوز کمتر از 1000 یا بیشتر شد. اگه بیشتر شد که دیگه بیا اینجا و مثلا اس رو چاپ کن.
اینجا بهش میگیم چی؟ اس را چاپ. در واقع ما اون آیه رو میخواستیم. آی را چاپ. حالا اس هم میتونیم چاپ کنیم. این میشه الگوریتمی که ما میخوایم الان پیاده کنیم توی پایتون. این کار رو در واقع با دستور وایل انجام میدیم. پس میریم چیکار میکنیم؟ دوباره اینجا یه مقدار دهی بکنیم. آی رو مثلا بذاریم صفر. اس رو هم بذاریم صفر. بعد یه وایل میذاریم. میگیم تا زمانی که. در واقع تا زمانی که اس کمتر از 1000 باشه. این کار رو انجام بده. خودش دوباره تو رفتگی ایجاد کرد. حواستون باشه این تو رفتگی لازمه. پس میگیم که حالا چیکار کن؟ حالا آی رو به علاوه 1 کن. بعد اس رو هم به علاوه 1 آیوم کن. و تمام. این وایل در واقع اینجا با این تو رفتگی تموم میشه و بهش میگیم که هم آی رو پرینت کن و هم اس رو پرینت کن. خب ببینیم که این به ما چی میده. خب کد طولانی شد. شاید عدد 1000 عدد بزرگی بوده. بذارین عدد کوچکتری رو بذارین اینجا. ده رو اول بذاریم. خب ده رو که گذاشتیم شد 12367. یعنی شما اگر وارون عدد طبیعی رو تا 12367 برید، اونجا اولین جاییه که مقدار از ده بیشتر میشه. میشه ده ممیز 4 تا 0 43 فلان. خب حالا اگر ما بیشتر بخوایم، مثلا تا 15 شاید دیگه خیلی بیشتر بشه. ببینیم. خب تا 15 اگه بخواید مجموع وارون های عدد طبیعی برسه به 15، شما باید تا 1,835,421 برید جلو. اگه بخواید به 20 برسه، در واقع چون میبینید وارون های عدد خیلی کوچیک میشن، در اینجا تعداد خیلی خیلی بیشتری لازم هست تا در واقع برسه به اون عدد. برای 20 الان میبینیم که خیلی این مقدار داره طول میکشه. بله خب این شاید خیلی طولانی بشه. حالا صرفا جهت اطلاع، اونهاییتون که اطلاع دارید میدونید که مجموع اعداد یک آیون، آی از یک تا ان، یه چیزی از مرتبه لوگاریتم ان هست. بنابراین اگه شما بخواید لوگاریتم n بیشتر از 1000 بشه، لوگاریتم تو پایه طبیعی، معنیش این هست که n‌تون باید خیلی بزرگ بشه. یعنی e رو به توان دو طرف برسونید، e به توان 1000 که عدد خیلی بزرگی، بنابراین اصلا انتظار بیجاییه که داشته باشیم. خب برای 20 در واقع به ما داده 272,000,000 400,600. حالا برای اینکه اون حرفی که زدم رو تست کنیم، ببینیم که ای به توان در واقع 20 آیا همین اوردرا میشه یا نه. بذارین این ماژول مت رو ایمپورت کنیم که بتونیم از ای استفاده کنیم. mat.e به توان 20 ببینیم که چند میشه. خب ببخشید من طبق عادت، چون زبانه برنامه‌نویسی دیگه برای توان از این کلا استفاده میکنم، من گاهی همچنان طبق عادت اونو میذارم. خب ببینیم از تعداد رقم درسته. 485,000,000، این 272,000,000 از نظر اوردر در واقع درسته، چون رابطه هم یه رابطه تقریبیه، حدودا مرتبه در واقع همین هست. خیلی خب، بنابراین ما با دستور وایل هم آشنا شدیم و دیدیم که در چه مواقعی در واقع دستور وایل به کار میاد. یه خلاصه نویسی توی این نوع مقدار دهی ها هست که کارو ساده تر میکنه، اینجوری که
حالا من بذارین برای 10 اجرا کنم که کوتاه بود 12367. اینطوری که شما میتونید آی مساوی، اشتباه نکنم این شکلی، آی مساوی به علاوه یک. این از نظر نه مثل اینکه مثل اینکه این اینو متوجه نمیشه. پس ببخشید، آی به علاوه مساوی یک، آی به علاوه مساوی یک، این شکلی، این شکلی بزنید، بله دقیقا همون کاری رو میکنه که، یعنی یه جورایی معادله با اینکه آی مساوی آی به علاوه یک. یکی رو همینطور میتونیم برسیم، میتونیم برسیم اس به علاوه مساوی یک آیوم. این دقیقا مثل اینه که بگیم اس مساوی اس به علاوه یک آیوم، خلاصه نویسی از همون هست. وقتی شما میخواید به یک کمیتی عددی رو اضافه بکنید، دیگه لازم نیست حتما اون طرف هم اون کمیت رو بنویسین و به علاوه. این خلاصه نویسی مفیدیه که میشه اینجا استفاده کرد. و دیگه نکته درباره حلقه ها فکر میکنم دیگه فعلا در حد مقدماتون چه لازم بود رو گفتیم. خب خسته نباشین، تا جلسه بعد، خدا نگهدار.